مشکی مدیا است. لطفا کانال مشکی مدیا رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله ای کنار اون رو هم بزنید. ویدیو یه نسخه دوبله خود سریال رو پس از پخش از شبکه های ماهوارهی میتونید از کانال تلگرامی مشکی که لینکش رو در بخش توضیحات ویدیو گذاشتیم تماشا کنید. سلام این پاورقی قسمت 110 همه زبان اصلی سریال روزگارانی در چکرواز همزمان با پخشش در ترکیه. هولیا نامه های دمیر رو به زلیخا میده اون گریه میکنه و زلیخا به خاطر اینکه هولیا رو ناراحت کرده ازش عذرخواهی میکنه اونو محمد بیرون میان زلیخا با ناراحتی میگه از اینکه دمیر چنین ظلم هایی کرده و اون ظلم های دمیر نسبت به خودش رو فراموش کرده و اونو بخشیده از خودش عصبانیه محمد میگه اون خودش از گذشته ی دمیر خبر نداشته و گناهی نداره توی کارخونه کارگر مشغول تخلیه یه بار پنبه هستند یکی از گونی ها از دست یه کارگر به زمین میفته و فکرت با عصبانیت با اون دعوا میکنه چتین میانجیگری میکنه و به فکرت میگه اون چنین اخلاقی نداره که با دیگران بدرفتاری کنه فکرت چتین رو هم دعوا میکنه و بهش میگه یا سر کارش برگرده و یا همین حالا از اونجا بره چتین دلخور میشه و از کارخونه بیرون میره شب فکرت از اینکه زلیخا هنوز برنگشته عصبانیه وقتی زلیخا و مهمت برمیگردن فکرات به زلیخا تعنه میزنه و باعث دلخوریش میشه محمد به تعمیرگاه عبدالقدیر میره و به اون میگه باید کشتی یامانها به سلامت به مقصد برسه و نقشهشون رو لغو کنن عبدالقادر مخالفت میکنه اما محمد میگه زلیخا زن خوبیه و توی اشتباهات دمیر گناهی نداره و تا زمانی که دمیر برنگرده اون ضرری به خانوادش نمیرسونه بعد بیرون میره تا به کشتی پیام برسونه عبدالقادر با مرکز کنترل دریایی تماس میگیره و به اون فرد میگه که وقتی محمد پیشش اومد تماس با کشتی ها رو برقرار نکنه محمد به مرکز کنترل میره و از اون فرد میخواد که پیغام بفرسته اما اون فرد میگه تماس برقرار نه. میشه. محمد متوجه ساعت میشه و میفهمه که دیر شده و کشتی دیگه منفجر شده فکرت توی بازار بطول رو میبینه و از اون میخواد که با هم برگردن اونا شب به پارک لب ساحل میرن و مشغول صحبت میشن بطول از فکرت دلخوره و میگه اون برای فکرت ارزشی نداره فکرت اینو انکار میکنه و میگه بطول براش ارزشمنده بعد دست اون رو روی قلبش میذاره دو نفر از دوستان شرمین اونا رو توی پارک میبینن و به ان مقابل اونا فکرت رو میبوزه. اون دو زن حدس میزنن که به زودی قراره به و فکرت ازدواج کنن. صبح تو خونه دمیر عزیز خانم اصرار میکنه که رادیو رو روشن کنن. رادیو خبر غرق شدن کشتی یامان ها رو اطلاع میده. زلیخا شوکه میشه و نگران خدمه ی کشتی میشه. اون به شرکت میره و بتول هم به اونجا میره. مهمت با زلیخا تماس میگیره و زلیخا ازش میخواد که برای بررسی خسارت و لیست بارها به شرکت بیاد. توی شرکت زلیخا نگران تامین جنس برای هلندی هاست. اون به بتول میگه که بیمه خسارت کشتی رو میده. مهمت میگه جنس ها رو از کشورهای دیگه تامین میکنه تا دوباره اونا رو ارسال کنن. زلیخا به بتول میگه که برای اتاق جدیدش که اتاق سابق ارجانه مبر انتخاب کنه. بتول اون اتاق رو نمیخواد و میگه نمیخواد هزینه کنه و مبرهای سابق مناسبه. زلیخا و محمد به رستوران میرن زلیخا به مهمت میگه که تصمیم گرفته از دمیر طلاق بگیره چون در صورت برگشتن دمیر هم نمیخواد زن اون باشه گلتن چتین رو برای رفتن به سر کار بیدار میکنه اما چتین ماجرا رو توضیح میده و میگه دیگه به کارخونه نمیره اون حین صحبت با گلتن میگه که حس میکنه علت حساسیت فکرت روی محمد علاقش به زلیخاست شرمین و فوسون توی ماشین هستن و شرمین با افتخار توی بازار با ماشینش میرونه و برای همه بوق میزنه تا فرق فروشی کنه. وقتی که اونا به خونه میرسن شرمین از ماشین پیاده میشه و جلوی دیگران میگه که ماشین رو با پول خسارت طلاق بتول گرفته. بتول از خونه بیرون میاد و با عصبانیت با شرمین به خاطر خرج کردن پول دعوا میکنه و میگه فقط به فکر خودش و ولخرجی میکنه. زلیخا خاصی داره بتول هاروم کنه. و طول ماشین رو میگیره تا به عبدالقدیر پسش بده. شرمین خجال از میشه و با گریه داخل خونه میره. فوسون اونو دلداری میده و میگه قبلا بهش هشدار داده بود که و با فهمیدن خرید ماشین اونو دعوا میکنه. شرمین به فوسون هشدار میده که در مورد این قضیه به کسی چیزی نگه. توی آشپزخونه صحنیه به گلتن میگه که بتول قبلا گفته بود با پول خسارت طلاق مارت کوچیک رو خریده و اینکه دوباره به اون پولی رسیده کمی عجیبه. اون به بتول مشکوکه بتول ماشین رو به تعمیرگاه میبره و به خاطر فروش اون با عبدالقدیر دعوا میکنه و ماشین رو پس میده عبدالقادر از اینکه محمد نقشه و هدفشون رو فراموش کرده و عاشق زلیخا شده عصبیه و نقشه هایی در سر داره سهنیه به بانک میره و مقداری پول برای پس انداز اوزون به حسابش واریز میکنه. اون یکی از آشناها رو میبینه و سریع از بانک بیرون میاد. کارمند بانک دفترچه رو به اون نداده و یادش رفته که در مورد برداشته پول توسط غفور بهش خبر بده. شب بطول به خونه میره و از شرمین دلجویی میکنه و میگه زلیخا نباید متوجه منبع مالی اونا بشه و اون با دعوای امروز اعتماد زلیخا رو جلب کرده. وکیل به خونه پیش زلیخا میاد و از زلیخا به اون میگه قصد رزدمیر طلاق بگیره. روز بعد لطفیه و صحنه اطلاعی طلاق زلیخا رو توی روزنامه میبینن و شوکه و ناراحت میشن. لطفیه زلیخا رو به خاطر پخش این خبر سرزنش میکنه و میگه لزومی به آگهی نبوده. زلیخا و فکرت با هم به کافه میرن. فکرت در مورد علت رفتار تندش با زلیخا توضیح میده و میگه نسبت به محمد حس خوبی نداره. سلیخا میگه احساس مسئولیت فکرت رو درک میکنه اما از اون میخواد که بهش اعتماد داشته باشه. مهمه توی ماشین اونا رو در حال صحبت میبینه. کارمند بانک توی بازار غفور رو میبینه و دفترچه ی حساب رو به اون میده. غفور از اینکه خطر از بیخ گوشش رد شده و صحنه متوجه چیزی نشده خیالش راحت میشه. عزیز خانم پاکتی رو به آشپزخونه میاره و میگه اونو ابدی پاشا معشوقش به عنوان هدیه فرستاده. صحنه پاکت رو باز میکنه و سند زمین مشترک غفور و راشد رو میبینه و شکه میشه اما لحظه راشد و غفور به آشپزخونه میان صحنه وفادیک با عصبانیت از اونا توضیح میخوان و با اونا دعوا میکنن و اونا رو بیرون میکنن شرمی میاد و با تنه میگه حتما موضوع در مورد زمینهایی که غفور خریده اون میگه زمین ها قرار زیر سد بره و قیمتشون پایین میاد و اون به غفور رکب زده وقتی صحنیه میفهمه غفور با شنیدن حرف شرمین اقدام به خریدن زمین کرده به شدت عصبانی میشه شب همه به مراسم نامزدی دختره یکی از اهالی مهم چوکوروا در کلاب شهر میرن زلیخا آماده شده و به خودش رسیده توی مراسم موقع پخش آهنگ تانگو مهمت از زلیخا دعوت میکنه تا با هم برقصن همون لحظه فکرت و لطفیه به مراسم میان و فکرت با دیدن این صحنه شکه و عصبی میشه ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار برای کردن ویدیو به من یه تعریف از من نیست به مشکی مدیا کمک میکنه تا این ویدیو به افرادی که دقیقا دنبال این ویدیو هستن از طرف یوتیوب پیشنهاد بشه کانال مشکی مدیا رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید